آموزش. سلام در خواب. اوه کامپیوتر، یه چه قسم ظرف است نکسش روی صفحه آوردی؟ یکی از بزرگترین ظروف چینی دنیاست. فهمیدم چطوری تصویر روی صفحه آوردی. چون در شروع برنامه حرف شخص را داریم که در ساخت ظروف سنگی مهارت دارد. یعنی کسب از اینا قدر داشت و اونجا علاقه پیدا کرده و امیدوار بمی بودیم که آینده خوب شد. ای که در کاروبارش به چه نکات توجه داشته در ادامه برنامه میشنویم. بعد حرف شخص را داریم که به تهیه نانهای متفاوتی که مردم به او علاقه دارن و فروش خوب داره میپردازه. من هم در مورد یکی از بزرگترین نانهای دنیا معلومات خواهم داد. درست است کامپیوتر؟ از نان گفتی امیال دلم پشت نان خانگی دفت. حال قسمت از حرفای شخص هم میشنویم. ما در حدود 5-6 تا نمایندگی دیگه هم داریم. تجربه که دیدیم در نانوایای دیگه ما میچلید. و در پایان برنامه قصه را فراموش نکنید. در سالهای گذشته شمار زیاد از افغانا به کشورهای مختلف و خصوص کشورهای همسایه مهاجر شدند. شماری از آنها در آن کشورها به کارهای شاقه می پرداختند و شب روشان را با هزار مشکل سپری می کردند. اما بعضی ها در این کشورها پیشه و مهارتهای را مختند که به کمک آن تانستند زندگیشان در دیار و غربت بهتر بسازند و زمانی که به میهن برگشتند با پیشه و مهارتهایی که آموخته بودند صاحب کسب و کاری شدند. همکارم یمارهی با شخص صحبت نموده که در ساخت ظروف سنگی مهارت داره. ای که در کاروبارش این نکات را در نظر گرفته از زبان خودش میشنویم. دوستا عزیز، قسمت که ما میبینم در اینجا خوری های سنگی با رنگ های زیبا و قشنگ دیده میشه که هر کدام از اینا نشان میده که اینا چقدر به خاطر ساختن از اینا ظرافت به خرج دادن و زحمت کشیدن. و در کنارم شخص است که به ساخت از این خوری ها میپردازه. ای که چرا خواستن که این مهارت بیاموزن و چگونه آموختن، میخوایم با اینا گفتگو داشته باشم. در شروع ازشان میپرسم خود معرفی کنن و در مورد کارشان معلومات بدن. اسم عبدالوسیل است، تخلص نبی زاده. تقریبا 30 سال 25 سال در بر میگیره که این کار ما شروع کردیم. ما از این سنگ های افغانستان طبیعی مشقاب جور میکنیم، غوری جور میکنیم، کاسه جور میکنیم، همین چیزا در مجموع. چی زمانه و در کجا امارت آموختین امارت ساختن ظروف سنگیره؟ سال 1992 یا 91 بود که ما رفتیم پاکستان و اونجا مهاجر شدیم. ما از اونجا بخاطر یک لغمانان تپ تلاش و کوشش سعی زیاد کردیم، چون اونجا یک مهاجری بود و قسمت تصادف کرد یک هموطن ما سر خوردیم که اونا در این کسب مهارت داشتن و ما امرای از اونا شاگرد شدیم. تقریبا 8 سال کم زیاد امرای از اون شدیم تا ما این کسب یاد گرفتیم. بعد از 8 سال تانستیم که خود ما این کار اساسا مستقلانه کم کم پیش ببریم. پیش از این که امی مهارت بیاموزین، فکر میکردین که این مهارت برتان مفید باشه و فردا بتانه برتان باعث به دست آوردن یک آید خوب شوه؟ بله، در وقتی که ما پاکستان رفتیم ما اونجا مزدورکاری میکردیم. بعد که ما اونجا می دوستا را که آشنا شدیم و دیدیم امی کسب از اینا قدر داشت و اونجا صنایع دستی فروخته میشد، علاقه پیدا کردیم و امیدوار بمی بودیم که آینده خوب شوه. بعد از اینکه باز سال 2000 شد و اومدیم، شرایط میسر شد، در افغانستان اومدیم. از سال 2000 تا الان دیگه در افغانستان ما می صنایع دستی خود را رشد داده میریم تا که به یک جای برسه. فروشاتش خوب بود، همونجا بسیار تاجرها می آمدن از مملکت های خارج می آمدن، همین چیزا را می خریدن، فرمایش می دادن که نی چیزی چیزا با ما جور کنن و مردم قابل پسندش است. از چگونگی ساختش بگوین که چگونه و توسط چی این خوریا را می سازین؟ سنگ شرش سنگ است و پلیتایش از آین جور میشه. بازداروی از این ما از امو دیزاینی که داریم بر از او هر چیز را که جور میکنیم. سنگ های کنده کنده است و را ورق میکنیم توسط عره. عره های مخصوص داره، اونا را ورق کده باز به اساس و کار عیار ساخته او را جور میکنیم. باز شرش کده باز اون مرحله عرکاری داره. بعد از عرکاری باز یک رقم خط کاری میگیم، خط میشه، باز پرکاری میشه توسط چرخ. بعد از اینکه پر شد و باز وقت تراشکاریش میشه، رگمال میشه، سنگ مونده میشه که قلم خط میشه. باز اونمو توته که ما خط کردیم که ماشین عره میکنیم، باز او را در بغلایش در چرخ خوب اساس میکنیم، پالو در پالو چانده میشه. اگر بغلکش کج بود کجیش رسیده میکنیم، جور میکنیم. در توته همی سنگا کلش با یکی دیگه وصل میشه. بعد از اینکه وصل شد مرحله شرشکاریش میشه که پالوی یکی دیگه اینا شرش میشن با مو ترتیبه که وصل شدن.
مرحله صافکاری و پالش و رگمال و ایگفایش میرسه تا که تمام شد. در شروعی که شروع با مختنی مارد کردین با چی مشکلات روبرو شدین؟ مشکلات زیاد بود، از پیش ما خراب میشد دیگه. استاستا با مگپایش خود رساندیم، هر روز که تیر میشد کوشش میکردیم که نقص را که دینه روز داشتیم سبا نداشته باشیم. ما نه به چی تعداد از این خوریا را میسازین؟ مختلف نو است. فرض مثال چیزهاییست که یک ذره کارش آسان است، میشه که مثلا در حدود 30 دانه، 25، 40 دانه خوابای کلان است. مثلا ما میتونیم در یک ماه مثلا 10 دانه کاسه، 10 دانه مشقاب جور کنیم. اوری 40 سانتی است، 30 سانتیم کاسه ایش است. ولی هر کدامش باز وابستگی با مون کیفیت خود دارد، زمانگیر است. یک عکس کار میکنی، یک جای تاریخی را کار میکنی، یک گل بسیار مقبول ظریف کار میکنی، یا یک فرمایش یکی میباشه، یک عکس را میاره میگه اینی میره در یک پلیت 40 سانتی برای ما کار کن. او یک ذره زمانگیر است، وقت زیاد میگیره. مشتریایتان کی هستن زیادتر و ماهانه چقدر آید به دست میارین از این کار که میکنین؟ اکثرا افغان هم هستن، افغان های ما شما که زیادش در خارج است. خارجی ها زیاد این چیزها را علاقه زیاد داره. ما یک لک یک و نیم لک افغانی ما میتونستیم آید بگیریم ازش. یک چیز است که هر زمانه که سنش سعی کنیم مثل اطلاع واریست و یه ارزش خاص خود دارد. صنایع دستی ما شما یک ارزش خاص دارد. حرفای شخص را شنیدیم که در دیار و غربت سخت ظروف سنگی را مخته بود و به کمک این مهارت تانسته بود زندگیش بهتر بسازه و عاید خوبی هم کمایی کنه. یک هنرمند چینی به همراه تیم خود توانسته یکی از بزرگترین ظرف‌های چینی را بسازد. بزرگی ظرف چقدر است؟ این ظرف 1.36 متر طول، 6.8 متر قطر و 1500 کیلوگرم وزن دارد و ثبت کتاب عجایب جهان گینز گردیده. این عده تصویرم دیده میشه که دو کودک داخل ظرف هستند و به طرف بالا نگاه میکنن. دوستان عزیز، بعضیا با تهیه و آماده نمودن غذاهایی که قیمت خارجی آن بلند است و فروش خوبی داره تانستن عاید خوب کمایی و کارشان رونق ببخشن. بازم هم کارم با شخص صحبت نموده که به تهیه نانهای ترکی میپردازه. مصیبر روشن میکنم و با هم میشنویم. دوستای عزیز، ما در یکی از نقاط شهر به جای آمدیم و با شخص هستم که اینا به تهیه نانای ترکی میپردازن. ای که چرا خواستن این کار کنن و در کاربارشان چی نکات را در نظر گرفتن؟ در کنار ما شخص است که مسئول ایجاست و میخواییم با اینا گفتگو داشته باشم. در شروع ازشان میخواییم که خود معرفی کنن و در مورد کاربارشان معلومات بدن. من جناب مسئول آمزه هستم. در حدود 3 ماه میشه که این کار را ما آغاز کردیم. نانای ترکی را میپزیم. ما تقریبا در حدود 7 رقم نانا را میپزیم که هر کدام از این مختلف است، که خرمایی است 1 رقمش، 1 رقمشان پنیریش است، 1 رقمشان کنجدارش است و 3 رقمشان ناشتا است. چرا خواستین امین نانای ترکی را تهیه کنین و بالای مشتریاتون به فروش برسانین؟ به خاطر از این نانا را خواستیم که آماده بسازیم. زیادترش از مملکت های خارج میامد و در اینجا در افغانستان ما خواستیم کمی را بیاریم خودم هم اینجا پخت و پز کنیم و اون فایده را که دیگر مردم ها میخواستن بگیرن خود افغان های من فایده شبه دست بیاره. دیافترش همون من در افغانستان در سوپرمارکت ها قیمت میداد، باز ما خواستیم که بسیار به قیمت پایین تر از سوپرمارکت ها در خدمت مشتری ها آماده بسازیم شد. پیش از این که امین آن را تهیه کنین فکر میکردین که کارتان موفق شد و بتانین فایده خوب از این به دست بیارین؟ بله، یا بخاطر از این که ما در حدود 5-6 تا نمایندگی دیگه هم داریم. ما که شروع کردیم در اول بسیار با یک پلان قوی ایر آغاز کردیم و در تجربه که دیدیم در نانوایی های دیگه ما میچلید، بخاطر از این که همیشه تازه پخته میشه و تازه فروخته میشه. از چگونگی تهیهش بگوین که این نانا را چگونه تهیه میکنین؟ توسط چی پخته میشه این نانای ترکی؟ خمیر است، آرد است و خمیر میشه و در پالون از این تخم گرد میشه و مسکه است و شیر است و روزمره 7 خمیر میگیریم. به هر کدامش رقم خمیرها گرفته میشه و خرما است، پنیر است، از این چیزها استفاده میکنیم. خمیر کشد بعد از او بازی طول میشه، ترازو میشه، هر کدامش پس خود وزن داره. در هر کدام از یا مثلا هوار میشه، یک رقمش خرماست، خرما گد میشه که چارمغز، دیگهش پنیر گد میشه، دیگهش آرد جواری همراه آرد گندم میکس میشه، دیگه 3 رقم دیگهش هم ناشتای ساده است که تنها آرد و شیر و مسکه و روغن چیزا آماده میشه.
بعد از او در داش پخته میشه و بعد از او یه رقم ما برش از بوره و عرق هیل برش شربت جور میکنیم و روش زده میشه و بعد از او به فروش رسانده میشه. در شروع کارتان شروع کردین با چی مشکلات روبرو بودین و این مشکلات را روبرو بودین چی کنال کردین؟ در اول مشکلاتی که روبرو شده بودیم با داشتش بود که داشت شما در افغانستان نداشتیم، اینجا کس آماده ساخته نمیتونیست، رفتیم ایران، رفتیم بعد از طریق از او مردم های ایران داشت از ایران ساختیم و آوردیمش به افغانستان. آشنایی با ماشین نداشتیم، در ایران که رفتیم جور کردنش همه چیزش اونا با ما شریک ساختن، حال مشکل ما حل شده. روزانه با چه تعداد از این آنها را پخته میکنیم؟ روزمره ما اف خمیر میگیریم که هر اف خمیر ما در حدود 127 قرص از این آنها میشه که در حدود روزمره 1000 یا 1100 دانه از این آنها آماده میسازیم و به فروش میرسانیم. مشتریاتون بیشتر کیا هستن؟ کیا زیادتر این نانار خریداری میکنن؟ مشتری های ما عموماً مردم های هستن که چهار اطراف ما میخونه والا هستن، من مردا زنا زیادتر همی چهار دو بر ما که اینجا زیادتر خانا زیاد هسته. و روزانه از تهی نانا چقدر رایت به دست میارین و یا ماهانه؟ روزمره ما خمیر که میگیریم یا 1000 یا 1100 1200 قرصنان که میشه در حدود روزمره دخل ما در حدود 27000 تا 30000 به دست میاریم. هر کدامش مختلف فایده را ما به دست میاریم، مثلا در یکیش 2 افغانی بر ما میبانه، در یکیش 3 افغانی بر ما میبانه، در یکیش در 3 رقم ناشتای ساده که است بر ما 5 افغانی میبانه. همی یک ما مصرف خود سنجش کرده بدون از کرا و شاگرد و برق و همه چیزش در حدود 1 لگ افغانی بر ما میبانه. دوست عزیز چون در ایجا سرصدا بود مصاحبه خدا در یک جای گوشه گرفتیم و برقم نیست صدای جنراتور را مشنوین. ایجا یکی از مشتریان دیدم میشه، میخواییم با اینام گفتونو داشته باشم، میشه خدا معرفی کنین بگین بخاطر چی آمده؟ نام مشتبه است و میجا بخاطر آمده مدیم این نانای ترکی بگیریم. چرا خواسته این نانا و از چه خریداری کنیم؟ به خاطر که در مارکت ها این نانای ترکی قیمت فروخته میشه، از این خاطر هم مزه‌دار هم خوشمزه و هم ارزان فروخته میشه. حرف شخص را شنیدیم که با تهیه نانهای شیرین ترکی که قیمتش در بازارها بلند است تانسته کاروبار را راه اندازی و عاید خوبی از این را کمایی کنه. در یکی از شهرهای چین گروهی از افراد داوطلب نان به قطر 2 متر و 75 سانتی متری پخته کردند و اسم خود را در کتاب عجایب جهان یعنی گینز ثبت کردند. خدا میدانه اینان چند نفر سیر بسازه؟ در این نان 30 کیلوگرم گوشت گوسفند، 125 کیلوگرم آرد و 16 کیلوگرم پیاز استفاده شده است. تشکر کامپیوتر عالم قصره که دسیدیس میگذارم و با هم مشنویم و ما هم میرم که بسیار گوش نشدیم. نام ایلیاس از جلال آباد هستم. یه مترشی کار میکنم. پیش از این در ایران بودم. در ایران کار میکنم. باز ایران یک مایم شرایط خراب شد. تو من پایین رفت باس من در آنسان. 30 سال عمرم از فکر نمیکنم خاطری خوش داشته باشم. بازم شکر میگشم مگرم خاطری خوش ندارم در این شرایط. مادرم تکلیف فشار داره. روز آمد پس هیچ نداشتم. فشار بسیار بالا را در شبخانه بردم. هیچ کس بوی نامد که ما کمک کنم مثلا. همین خاطر ترس دارم بس مریض آوردم خانه. تو باور به خدا که ده 20 روز 4000 صد به کار کردم منظم. یک 15 صد قرض دارم هستم. روز از میگذره دیگه. چیزی رضای خدا باشه دیگه. امور ما قبول داریم. دوستان عزیز، این برنامه را همکار میما رهی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود که مقصد صدیقی برتان پیشکش کردم.